به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان به یکایک نازنینای تایم تی وی. من سیمین تهرانی هستم، امروز در خدمت خانم فرحناز سمخ هستیم. سلام میکنیم بهتون، خیلی خیلی خوش آمدیم. مرسی. عید همه شما عزیزان مبارک، نوروزتون پیروز عزیزانم. خیلی ممنون که امروز اومدین به ما سر بزنین. فرحناز خانم همیشه میاد، لطف داره، بر ما عیدی میاره، ما رو خجالت میده. به جای اینکه ما بهش عیدی بدیم، اون به ما عیدی میده. فرق نمیکنه. خب ما تلویزیون داریم، ما همش میگیریم، پس نمیدیم. نه، شما همیشه دارین عیدی میدین با این تلویزیون خوبی که دارین. مطمئنن بیننده های عزیز، از جمله خود من که بیننده تلویزیون شما هستم، همیشه دارم عیدی میگیرم و از تلویزیونتون استفاده میکنم، از تمام برنامه‌ای که دارین شما. خب دوستای عزیزی که رابطه من رو فرحناز نمیدونین، من فکر کنم اولین شغلی که توی لس آنجلس 12 سال پیش گرفتم، افتخار آشنایی با فرحناز خانم رو در دیکر داشتیم دیگه. آره، اون خانه که دوستای عزیزمون صبح میان تا ظهر اونجا حال میکنن و میرقصن و غذا میخورن و فلان اینا، ایشون سرپرست بودن، منم اونجا پرستاریش، رئیس که نبودم ولی پرستار بودم. پرستار، خب رئیس پرستارا بودین دیگه. به هر حال حالا فرقی نمیکنه دیگه. به هر حال 12 ساله که فرحناز جون رو میشناسیم. فرحناز بسیار خانم مهربون و خوب و توی مارکتینگ هستن و به ما کمک میکنن و امروز هم اومدیم راجع به سیزه به در حرف بزنیم. به به، هیچ چیزی بهتر از این نیست. نه دیگه، همیشه ما تو ایران که بودیم، عید که میمد منتظر بودیم این سیزه به در بیادش. هیچ کیفی از این بهتر نبود. صبح زود، من که خودم باور نمی کنید، بلند می شدم کمک می کردم به مامانم بسکتای بزرگ. صبح زود ما گاهی وقتایی صبحونمون هم ما می رفتیم توی پارک می خوردیم. داره، باور نمی کنید، خیلی باحال بود. الان هم به خدا همون حال و احوالو داره. همه ایرونی تا جایی میگی سیزده بدر، یعنی عید یعنی سیزده بدر. و امسال هم که جای خیلی بزرگتر مجانی ورودیه نداره. بله بله، قراره من برم یه بانکو بزنم. جدا، واقعا دستتون در نکنه. خانم تهرانی، اینو من میخوام بگم که باعث افتخار زنان ایرانی هستین. اولا درش، بعدش هم واقعا یه نمونه هستین و پشت کارتون رو باید تحسین کرد، که من از نزدیک میبینم که چقدر با گرفتاری کارا رو انجام میدم. مخصوصا برنامه سیزده در این نیستش که فقط بیان اونجا، خیلی خیلی به خدا مشکل اعصاب آدم خورد میشه، ولی دستشون درد نکنه، قدرشون رو میدونیم. این کار آسون نیست. فقط اینو یه بگم که ایشون واقعا از قلب و نیت خودشون دوست دارن برای مردم انجام بدن کارهای خیریه که ایشون انجام میدن. برای بچه‌ها اصلا باور نکردنیه، چه بچه های اینجا چه بچه های ایران، واقعا کمک میکنم. من از نزدیک دارم. فرحناز برای نهار دیگه، این قرار نبود من این حرفا رو بزنم، ولی دیگه پیش اومد. اینو با اجازه خودشون البته اینو باید گفت و تحسین کرد که این همه کارهای خیریه انجام میدن بدون این که اصلا کسی بدونه. من فکر کنم اولین باره که حتی جلو تلویزیون گفته میشه کارهایی که شما انجام میدین برای بچه‌های بی‌وضاحت در ایران. و من واقعا درود میفرستم به شما عزیز. ممنونم. که مرسی. این همه زحمت میکشید. خب بریم سیزده بدر. خب بریم راجع به سیزده بدر حرف بزنیم. اولا من از شما همه ممنون هستم، ولی یک کمی فکر میکنم که همین ساپورت های دوستای ایرانی مونه که باعث شده که من به این سنم روزی 14 ساعت 7 روز هفته کار کنم. یعنی شنبم و یک شنبم با چهار شنبم فرقی نداره. یکی به من میگه جمعه است امروز، میگم خب برای من چه فرقی داره، من فردا صبحشم سر کار هستم. ولی مژده خوب اینه که از آن این پارکی که ما گرفتیم، ورنر پارک سنتر، توی توپنگا قرار گرفته، تو قلب وودلند هیلز، و تا الانی که من با شما صحبت میکنم سابقه نداشته که این پارک رو به هیچ کامیونیتی، نه فقط ایرانی، به هیچ که اجاره ندادن. این پارکیه که خودشون هر هفته کنسرت دارن، تا به سونا مووی میذارن، فورس آف جولای چهارشنبه، چهارم جولای اونجا آتش بازی دارن،
و خود شهرداری که وقتی به من اوکی داد که اینجا رو بگیرم خودشون به هم دیگه لبخند زدن، گفتم بالاخره سیمین به ما پیروز شد. گفتم خب دیگه بعد 7 سال که من با شما بودم دیگه حالا دیگه لطف کردیم. خیلی پارک زیباییه برای دوستای ایرونیمون که دوست ندارن خاک داشته باشه، اصلا یه وجب خاک هم نداره. بله قبلا شما بگین اینو که در پارک وودری بودن، ویکتوری و وودری هر سال، ولی امسال دیگه اونجا یا بلبوا پارک اونجاها نیستن دیگه. نمیدونم دوستان تلفن میزنن مطمئن بشن، ولی دیگه در وودری پارک یا بلبوا پارک نیستن. در توپنگا نبش تقریبا توپنگا و آکسنارد نزدیک ماریا کالیفا. ولی چیزی که باید برای دوستان بگم، ببین فرهناز جان، همه جا پارکا رو نبستن، پارکا سر جاشونه. بله، شما دوستا هر کجا دوست دارین میتونین تشریف ببرین، ولی تارزانوکس که برنامه ایرانی داشتن دیگه ندارن، اونجا نیستش، برنامه ایرانی نیست، ولی پارک به اون قشنگی هست سر جاش. بله. اگه شما خودتون دوست دارین برید. تنها پارکی که توی قسمت ولی ایرونیا برنامه دارن، اون برنامه‌ای که ما گذاشتیم توی همین ورنر پارک سنتر. این ورنر پارک سنتر قرار گرفته نزدیک مریوت هتل و تقریبا میشه گفت پشتش چسبیده بهشه. بسیار پارک زیباییه، استیج خیلی قشنگی داره، جاش خیلی بزرگ و قشنگه. دوست عزیز، خواهشی که از شما داریم اینه که شما وقتی اومدین لطفاً اونجا 3 پارکینگ هست تو خیابون همین کلیفا و توپنگا، برین توی پارکینگ پارک کنین. ما ورودی امسال نگذاشتیم، ولی پارکینگتون رو نرین توی خیابون یا جایی که 2 میتونن فقط پارک کنن، یا مطمئن بشین حتماً بخونید که جایی. بله، ولی به طور کلی اونجا چون خیلی آپارتمان داره هست، جای پارک برای شما نیستش. حتما برین توی این پارکینگ که 3000 تا جا داره، مال مریوت هتل، پارک بکنین. پارکینگش به ما اصلا ربطی نداره، البته چون برنامه ما هست، ما مسئول هستیم، ما باید بیممون رو به مریوت هتل بدیم، ما باید کمک بکنیم، ولی پولی که میگیرن پول میره برای مریوت هتل، ربطی به برنامه ایرانی نداره. شما دوستای عزیز، برای اینکه خیلی راحت بدونین این پارک کجا قرار گرفته، شما از اگه وان و وان تشریف بیارین، توپنگا نورتشو شمالشو باید اگزیت کنین، میشه سر کالیفا و توپنگا. یعنی دیگه از این راحت تر و بهتر و ایزی تر واقعا وجود نداره. خوشحال هستیم که به شما بگیم که دوستای خیلی خوبمون آقای شاهین شاهین جامعی که بله واقعا که تئاترای زیادی میذارن، تئاتر معروفشون بالکنی هستش، که من تئاتر مواد نمیرفتم ولی این دفعه رفتم، اینقدر از اول تا آخرش منی که خنده دوست ندارم خندیدم. بله شما همیشه بسیار کارش خوبه. هنرمندای خیلی خوبی داریم، آقای پرویز هستن، آقای مهداد هستن، آقای پدرام عزیز که خیلی کارش خوبه، از همه مهمتر دیجه کیوان که بچه منه. بله، دیگه من به مامانش باید زنگ بزنم بگم آقا کیوانو بدش به من، دیگه همش میشه من. خیلی نازنین، خیلی شلوغ میشه آقای. بله. و از همه مهمتر دیجه فرجاد و آقای امیری. بله. که اینا دیگه واقعا کارشون تاپه، یعنی غذا اونجا داریم، کیترینگ کسرا اونجاست. و خواهشن برای خودتون زحمت نکشین دیگه، اونجا آشرشته هست، بلال هست، کباب هست، نوشابه هست، همه چیز هست. بیاین یک روز دوره هم دیگه، حالا ورودی هم که نداره که بخواین دیگه بگین خرجتون زیاد میشه، بیاین یه روز واقعا با هم بگذرونین. آقای وازگن عزیز اونجا هست که وازگن کیو مارکت یا کیو کباب که همیشه ما رو پیش ما بوده، ما رو ساپورت کرده، دستش درد نکنه. آقای فرشاد از کیترینگ کسرا، گل و بلبل آقای مایک عزیز، واه واه، بستنی گل و بلبل حرف نداره واقعا. دیگه همه چیز هست، ایشالله سال خوبی داشته باشین، ایشالله بهتون خوش بگذره. اگر پیشنهادی دارین به ما حتما زنگ بزنین، به ما بگین.
که ما دوست داریم بشنویم که شما واقعا حتما. چه چیزی لازم دارین حتما. چه چیزی ما کم داریم، برای اینکه میگه دوست اونه که بگریونه، دشمن اونه که بخندونه. ما دشمن لازم نداریم، ما نمیخوایم بخندیم. ایرادای ما رو بگیرین و خیلی ما رو ساپورت کنین. ما ممنون هستیم از بازرگانایی که ما رو پشتیبانی میکنن. بله. من و منایی که واقعا اومدم و ساپورت کردن. بله، این چند سال گذشته. از شما دوستای عزیز که میشینین سریالا رو میبینیم، و ویلا که اگر 5 دقیقه این سریالا بالا پایین 5 دقیقه چه 1 دقیقه، اگر من وقتی تلفن رو زنگ میخورم همه فیلم شهرزاد گرفته همه فیلم ها. بله، به هر حال همین دیگه، منتظر دیدارتون هستیم. یادتون نره سیزده بدر رو بیاین، تشریف بیارید، با ما باشین. در هر صورت هر جا که هستین خوب و خوش باشین و امیدوار هستیم که سیزده بدر رو در توپنگا و آکسنارد پارک، تو هی بگو آکسنارد، کالیفا نزدیکه. آره، اگر اونجا شما بیاین سنگ ما گذاشته شما میبینین، توپنگا و کالیفا تشریف بیارین، در خدمتون هست. خواهشان میاین اون روز بهتون خوش بگذره. لطفاً تو خیابونا پارک نکنین، لطفاً جاهای ممنوع پارک نکنین، که شما یه روز خوبو دارین بعدش برین. حالا آدم گرفته میشه دیگه، بره ببینه یه پا یه تیکت گرفتم $75 تو ماشینم. بله. گذاشتم، نمیدونم چه کار کنم. اشتباهی پارک کرده بودم. امیدوارم که سال خوبی برای یکایی که انسانهایی که خدا آفریده باشه، نه فقط ایرانی ها، برای همه برای باشه، همه. صلح و صفا باشه، صلح در جهان انشالله. دام این باشه امسال واقعا، با خوبی، با فکر مثبت. و یه چیز دیگه‌ام که فرهناز جان باید اشاره کنم که قبلا گفتم، من میخوام بگم که من با افتخار میگم که این تلویزیون ما 12 ساله چراغش به لطف دوستان که ما رو سپورت کردن و خدای بزرگ انجام شده. حتی من میخوام بگم که دوستای دیگمون کارمندشون رو فرستادن اومدن اینجا 2 هفته کار کردن که ببینن ما به کجا وابسته هستیم، و خوشبختانه هیچی پیدا نکردن. الانم که دوستان میگن خب پچر سیمین فری گذاشته، خب دیگه گذاشتیم ببینیم که چقدر ساپورت میگیریم، خودمون ببینیم کجا وایسادیم. ولی با تمام وجود بهتون میگم که این تلویزیون به هیچ شخصی، به هیچ دولتی، به هیچ ارگانیزیشنی وابستگی نداره، و این 12 ساله ما تنها تلویزیونی هستیم که یک روز خاموش نبودیم و یک روز تلتان نگذاشتیم، یک روز از دیگران پول نگرفتیم و یک روز یه نفر نگفت که سیمین پول ما رو خورده. و خدا رو شکر که خدا اینقدر بر من پول میفرسته. هیچ وقت. نه، جز این که ساپورت داشتین، نیت و قلب خوب خودتون بوده که بودین، برای انسانها بودین، برای ماها بودین، به خاطر همین خدا هم میرسه. خب خدا میگه از تو حرکت، از من برکت. وجدانن از خداوند تشکر میکنم. من همیشه میگم این دوست پسر بالایی ما تنها دوست پسریه که نه خیانت میکنه، نه دروغ به همون میگه، نه کلک میزنه، همیشه پشتمون هست و همیشه کمکمون کرده. امیدوارم این دوست پسر بنده که بالاست، این خدای مهربان، دوست پسر همه باشه، نگهدار همه باشه، به همه کمک بکنه. و از یکایی که شما دوستای عزیز تشکر میکنم، از راه دور دستتون رو میبوسم و ازتون ممنون و سپاسگزار هستم که تلویزیون ما رو نگاه میکنین، به ما زنگ میزنین، محبت میکنین، مهرگان میان، سیزده بدر میان، چهارشنبه سوری میان، و اگه شما نباشین هیچی وجود نداره. و در ضمن عید پسوبر نزدیکه، به همه همکیشان عزیز عید رو خکسامه یخ میگم. انشالله که این عید آزادیه، اسمش عید آزادیه. انشالله که همه ما از درون و بیرون آزاد باشیم و کشورمون ایران انشالله که خوب باشه و
همه خوب باشن. دوستای کریستیانمون هم هپی ایستر، بله، هپی پاسوور، هپی سیزده بدر، همش هپی هپی دیگه. همش اینجا با همه. همش مال خودمونه. بله. خوب باشین عزیزم. امیدوارم که سال صلح و صفا برای یکایک که کسایی که خداوند آفریده باشه. با ما باشین. میبینمتون روز اپریل 1 توی ورنر پارک سنتر. یادتون باشه جاهای دیگه برنامه ایرانی تو پارک های دیگه نیست، میتونین برین، ولی برنامه ایرانی فقط تو این پارک هست. قربان شما، خدا نگهدار.